عرض ارادت ادب احترام مجدد خدمت بینندگان عزیز ما، مجدد خدمت حاجی سید پیغام شما در رابطه به بزرگان هشت و جیهان. نظر ما، پیغام ما، پیغام ما برای بزرگان قوم پشتون ای است که بیاید جلوی بیبندبارا، جلوی از اشخاصی که بیبندبار است از آدرس امارت، در هر جایی که وظیفه دارن و در منطقه که وظیفه دارن یا در ولایت که وظیفه دارن از آدرس طالب سری مردم ما ظلم میکنن. کوچه‌های اجباری، محکمه های صحرایی، محکمه صحرایی بابا یک دوای زمین داشته، طرفش در نظام قبلی بوده، ولی فعلا نیست، از ترس طالب فرار کرده، ولی در غیابش فیصله میکنن که زمین داده شده برای طرفش. خب بابا بدون طرف، طرفش فرار شده، کس نیست، تو چطور فیصله کردی؟ بر اساس چی فیصله کردی؟ باز تو آدم یک فیصله میکنی یار الحمدلله یاد داری؟ امی الحمدلله قلوالا رسای خانده میتونی؟ تو فیصله میکنی با عنوان قاضی جلو از این کارهای خود بگیرن که به ضرر از اینا تمام میشن. ما مردم یا بعضی قومای ما رو میگیرن به حساب مقاومت ده ایره. خب برای امارت معلومه که تا فعلا ما مردم ازاره کدام مقاومتی در مقابل طالب نداشتیم، فقط دیدیم و تا حال امیدوار بودیم که اینا یک دولت همشمول تشکیل بیدن و دیدیم اینا را، رفتار از اینا را، اینا چیزی انجام میدن، عملکردهایی دارن. خب روی از این صبح مردم ما تصمیم خود مین بد گرفتن که من یک شعار داشتم، همش وقت میگفتم که در افغانستان میخوای زندگی کنی، مدنی و زدنی باید میکس باشه، در غیر از او در افغانستان گذرانی شما نمیشه. حالی قومای ما تصمیم گرفتن که باید مدنی شی خلاص شد، چون در مدنی جواب نداد، طالب در زبان مدنیت نفهمید، از زبان زدنی استفاده کنید. و این هم برای طالب خوب معلوم است که ما مردم اگر استاد شدیم قبلا برزنا در دورانی حکومت برزنا خوب معلومه که در هر سنگری که اگر از قوم هزاره بود یک نفر قوم هزاره بود، سنگر اینا گرفتن نمیتونست. دیگر قوم اگر از قوم شریف تاجیک بود، خب یک پیوندی با اینا داشت، تسلیم میشد، میگه برو، یک امیدواری دارم، از نگاه مذهب ما یک هستیم، من رها میسازم میرم. و از قوم پشتون خب قومش بود، ولی هزاره رو چیز کدام حساب تسلیم میشد؟ به هیچ نادرسی میگه، میگه اول که مرا اینا مسلمان نمیگه، در روی میسابم باشه مرا، باز در هزاره مرا از بین میبرن. یک بچه هزاره اگر در یک سنگر بود، سنگر اینا گرفتن نمیتونست. اینا لی که اگر ما بخیر شروع کردیم، چون مجبور ساختن، مجبور ساختن این تصمیم، تصمیم ما شخصی نیه تصمیم ما، بر کارکرد از اینا خود از اینا، خود طالب این کار درست کرده، این مقامات خود طالب ساخت برای خود، چون در هر جا روزانه ما تماس داریم از داخل کارهای چی میکنند. اگر یک بابای در نظام بوده آمده در خارج، آمده بیرون شده از ترس این مردم، پدرش، برادرش، قوم اخوام نزدیک از دورش میگیره زیر فشار، غافل از این که اگر امروز این چرخ و فلک نوبت قوم هزار است، این یقین که افغانستان سر شاخ داد، فردا یک دفعه دیدی کمی رقم شد. اگر توی هر چی که کش کنی دراو میکنی، اگر برادرش بگیری یقین داشته باش که برادر تو میاره، موتو هم سایه میشناسم دیگه. اگر پدرش بیاری یا قبول کنی یک پدر تو میاره، اگر خانومش آورده قبول کنی خانوم تو میاره، این متوجه باش، پس کش نکو که فردا دراو کنی. ما تو افغانیم، همی خود دندشانی افغانگیریت نیست، تو خود پشتون داری، بسیار غیرتی میگرفتی، آیا در بور خوبان از اوی تو معلوم شده برای ما از غیرت پشتون؟ همه یک مسلمان آیا در قانونی که تو داد از اسلام میزنی، تو خود نماینده اسلام داری، در کجا از آمده که تو یک بابا رو بگی با تمام فامیلش ببر، خانومش ببر، خواهرش ببر، بر کلش بندی کن خودت، بدونی از اینکه یک سرباز یا یک طالب زن باشه قد از اونا مرد میگیره نامحرم میبره یک خانوم بندی میکنه، امید کجا اسلام؟ بدون هیچ گونه بدون هیچ محرم شرعی و در فضای مجازی دیدین، در رسانه دیدین تظاهرات از دکتر خانم های تظاهرات کرده بود، چند شب بندی بودن؟ آیا کدام طالب زن خونه دارن اینا؟ این کارهای شما میکنین، این رو دراو نمیکنین؟ این بزرگای پشتون که امروز سکوت اختیار کردن، اولش آقای کرزی، تو خود کابل بودی؟
تو گرداننده یعنی چی خود تصدیق خود معلوم شد برای دنیا و برای مردم معلوم شد تو نمیدرسی اگر صدا بالا کنی یا جلو همی کسایی که ببندواری و جلو همینار بگری که قوم نکو همین قرار چر میکنیم همین قومی از آره خامسایه ماست امروز نه فردا باز فردا نشه که بیایی در نوبت ما بشه یقین کو که انتقام هر کار کردیم ما انتقام میگیریم و فردا باید پاسخ بدین شما یا آقای کرزایی بیایید بگو فردا والا تو چرا فلان کس مردم از آره شما اینی کار رو فلان جای ظلم کردین نگی امروز که صدای خود بلند نکردی فردا هم بلند نکنی این رو یادت نره به خاطر از اینکه شما آینده خود فکر نکردین آینده خود فکر نکردین فقط چی خود دیدین و یک بیعقلی تو به نام طالب یا طالب انجام داد شما هیچ فقط سکوت اختیار کردین فقط سکوت اختیار کردین دیگه هیچ از فلمان از خود نشان ندادیم بیاین ما در بیکار نشونیستیم قوموی ما وقتی نگن تو شما در بیکارین ما بیکار نبودیم ما در این مدت کسانی که از آدریس امارات چی در والی بودن در هر بخش از الف تا یاش کلن لیست پیش ما هست که فلان مولوی فلانی والی فلان ولایت یا مولوی فلانی ولسوال فلان ولسوالی کلش پیش ما لیست است در ساحه هر ولسوال یا والی که کج اجباری انجام شده یا یک کار دیگه صورت گرفته یک جنایت دیگه علیه مردم ما او را یادداشت داریم اگر از ما با تمام قوم شریف پشتون کار نداریم اگر او بابایی که اگر از قوم مثلا میگم از قوم علیزهی بوده ما فردا که آمدیم با تمام قوم علیزهی طرف ما تمام قوم علیزهی چرا جلوی از او بابایی که در رأس یک اداره بود از قوم علیزهی مثلا یک عمل علی مردم انجام داد شما چرا بزرگان قوم علیزهی جلو امی نادان خدا نگرفتین نگفتین برش که برادر نکو امی قوم و قومی همسایه ما از افغانستان است فردا میای انمی ما یک روی داشته باشیم اگر یک کار کرد ما بزرگان قوم علیزهی یک روی آبروی داشته باشیم بخواد پیش بزرگان قوم هزاره نکو امی جلو امی بی عقل خود می گرفتین ما تصمیم بدی گرفتیم من بعد که اگر بر از آدرسی یا در منطقه یا در چیز صلاحیتی هر امارتی کدام خشونت انجام میشه فقط بررسی میکنیم که در فلان جای فلان مولوی بوده و فلان مولوی از فلان قوم است مثلا اچکزی است ما طرف ما تمام قوم اچکزی است فردا از قوم اچکزی از ما گله نکنید مردم نظاره به خاطر از اینکه تو امروز جلوی اینمی کسی تو که در رأس امارت بوده کدام بیعقلی کده یا کدام ظلم علی مردم ما کده تو چرا جلو وزیر نگرفتی که تو قوم هستی نکو برای مردم بعد نکو فردا من جواب دادن نمیده چرا نگرفتی امروز که صدایت بلند نشد فردا هم با صدایت بلند نشد خیلی سپاسگزارم حاجی سرم از این پاسخ بسیار زیبا و شیوای جناب عالی در رابطه به وضعیتی که امروز در افغانستان وجود داره شعارها ملی امرتفا قومی و وضعیتی که امروز شما در مناطق مختلف هم شاهد آن هستید آیا واقعا فکر میکنید با این انحصار طلبی به کجا خواهد رسید؟ طالب خواهی را بیاید یک مسئل زنده یک مسئل خودیم ما یک نظامی نبودم که در نظام همون رقم که طالب علی اشرف غنی جنگید من مخالف اشرف غنی بودم هیچ نو صلاح ما یا کدام حمایت از طرف اشرف غنی از دولت اشرف غنی ما نشده بودم اینا اگر میگفت که ما به دولت اشرف غنی کردن آیا ما را با کدام بهانه آمدن میمان کردن بردن بندی کردن آمدن خود تمام خانه ما چور کردن هر چی دار و ندار داشتن بردن به خاطر هزاره بودن معلوم داره و ما یک دفعه دیگه پیشتر از یادم رفت ما هیچ وقت تمام قوم پشتون منظور ما یا هدف ما نیست گفتم این کارم که ما جدا سازی کردیم که فلان کس اگر در فلان مثلا در هرات شخصی به نام مولوی کریم رئیس امنیت ملی است از قوم علیزهی است در معاون قوم پشتون قوم علیزهی است امروز او رئیس امنیت ملی است هر کاری که او انجام میده ما فردا خطاب برای تمام قوم علیزهی دارم امروز وقتی که قومای علیزهی به خاطر آزاد کردن آقای کامران علیزهی مولوی کریم را میتونه در کابل راهی کنه میره مولوی کریم به خاطر رها کردن آقای کامران آیا کلان آقای قوم علیزهی نمیتونست جلویش بگیره که تو برای قوم به این مردم ظلم نکو نمیتونست بگیره خب میتونست بگیره چرا نگه چون به دلیل اینکه شما یک هزاره بودید و به همین دلیل هم ظلم رو بر شما روا داشت سوال آخر از جناب عالی به عنوان یک کسی که
برای مردم و در کنار مردم کار کردید. خواسته شما از کنگره هزاره و شورای هزاره در اروپا و جهان چیست؟ خواسته ماییه بیان واقعا یک تصمیم جدی بگیرم. من از اینا یک سوال میکنم، این سوال من از اینا میکنم، آیا وقت استادگی نرسیده؟ خلا ما این از مردم ما کسایی که در رأس کدام چوکی و مقام ما ایره بریزو یه استدایی میکنم، چون مو خبرات بود بر اساس منافع خود بر اساس جیب خود گم میکنم. من هم من طرف من مردم عام است. امروز ضرر مردم عام میبینن، ضرر مردم عام میبینن و طرف من مردم عام است. من بعد سر مردم، سر قاموی خود، سر کرد و کلان صدا میکنم که غریانی و امثال غریانی تمام جوانها در خدمت شماست و منتظر قمانده فقط هدایت شما انجام از ما. بیاین دیگه دی بیشتر اگر صبر کنین دیگه برای شما نکنم جغرافیا میمانم و نکنم اموالی، نکنم دارایی، هیچ چی در داخل افغانستان هر چی که بمانه از این مردم امروز گرفته. کسی از اینا نسپرسان کنن، هیچ کس با حمایت امریکا. یه هم غافل نباشین که چند روز وقت دیگه این دولت میان، اگر قومای ما خدمت سلا کنن که تو زمین دولتی هم شمول سم میگیریم، ما نمیخواییم. دولت یک دولت فرمایشی است. اگر بیاین یک دولت فرمایشی به خواست امریکا میایه، محور همین طالب است، محور همین طالب است. شاید ایره بخاطر عزیز جور کنن که در میان مقاومت دودستگی ایجاد کنن، امریکا میبند در میان مقاومت را دودستگی. یک طایفی بسیار کوچیک اگر بیای با اینا هم صدا شه یا نشه، یعنی در اصل مبارزین واقعی نمیه. خیلی سپاسگزاریم از صحبت های آقای ارباب غوریانی، فرزند والا مقام هزاره و دل سوخته و دل باخته هزاره که برای مردم و در کنار مردم تمام جوانیش رو گذاشت. امیدوارم بینندگان عزیز این بحث رو جدی بگیرن. این عکسی که در اینجا میبینید عکس رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و رهبر پر افتخار و هویت ساز ملت شریف و بیور هزارستان، رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری.